چی میشه که یه نفر تصمیم میگیره خانوادش رو بکشه؟ اونم پدر خانواده. چنین چیزی چطور ممکنه؟ پدر مادر همیشه داخل ذهن ما آدمهای مقدسی بودن و این مسئله رو هممون میدونیم. اما داخل این داستان قضیه یه مقدار فرق داره. شاید یه سریاتون در مورد قتل خانواده آمیتیویل شنیده باشید. یه فیلم هم به همین اسم ساخته شده. تو این ویدیو میخوایم بیشتر راجع به جزئیاتش حرف بزنیم و بریم ببینیم دقیقا چه اتفاقاتی افتاده. پس لایک رو بزن تا بریم سراغ داستانمون. در تاریخ 13 نوامبر 1974، پدر خانواده که اسمش رونالد دفاعو بوده، همراه همسرش لوئیس و 3 تا بچه تو خونه در شهر آمیتیویل در نیویورک زندگی میکردن. داخل اون شب رونالد دفاعو با یک تفنگ کالیبر 35 به طور خیلی عجیبی به خانواده شلیک میکنن. اون به ترتیب داخل اتاق خونه میرفت و خانوادهش رو با شلیک و گلوله به قتل میرسوند. مثلا اول داخل اتاق همسرش رفت، دست و پای اون رو بست و اون رو بیرحمانه کشت. بعدش به اتاق دخترش میره و اون رو به قتل میرسونه و بعد هم به اتاق 2 تا از پسراش میره و اونها رو با چند شلیک و گلوله میکشه. در یک شب وقتی که همه شون خواب بودن، همه رو به قتل رسوند. بعضی ها گفتن که شاید مشکلات مالی بوده، مشکلات روانی بوده یا شاید هم مشکلات خانوادگی. بعد از اینکه خانواده رو به قتل رسوند، رفت و خودش رو به پلیس معرفی کرد و پلیس هم سریعا شروع به تحقیقات کرد در محلی که قتل صورت گرفته. رونالد میگفت که یک نیروی ماور طبیعی به اون دستور داده تا این کار انجام بده. اما در طول سالهایی که رونالد در پیش رو داشت تا حکم اعدامش برسه، این حکمش دوباره بررسی و بررسی میشد تا دقیقتر متوجه بشن چه اتفاق افتاده. داخل دادگاه ادعاش در مورد نیروی ماور طبیعی رد شد و دادگاه اون رو به 50 سال حبس و حکم اعدام مجازات کرد. اما نکته قشنگ داستان ما از اینجا شروع میشه که طی سالهای این خونه خالی میمونه. در نهایت داخل سال 1975 یه خانواده میان به این خونه رو با قیمت فوق‌العاده پایین میخرن. مثل اینکه اتفاقات ترسناک قرار نیست از این خونه بره و این خانواده زمانی که وارد شدن کم کم اتفاقات ترسناک رو حس میکنن و اتفاقات عجیب غریبی براشون به وجود میاد. خانواده لاتز وسطای شب صداهای عجیبی میشنیدن و حس میکردن یه نفر داره از روی پله ها رد میشه. انگار که یه نفر داخل خونه حضور داشته باشه ولی آدم نتونه پیداش کنه. اونا صدای نفس های عمیقی میشنیدن و منبع این صدا رو نمیتونستن پیدا کنن. به غیر از اینا وسایل خونه پرتاب میشدن یا خیلی آروم جابجا میشدن و این صداها و اتفاقات به شکل خیلی ترسناکی رخ میداد. خانواده لاتز بارها گفتن که روحا رو به شکل عجیبی میدیدن. حالا به چه شکلی اونا رو میدیدن؟ شما هم تا حال همچین اتفاقی براتون افتاده؟ اگر حس میکنید که یه همچین اتفاق افتاده و داستان قشنگی میشه ازش در بیاد، حتما برام بنویسید تا ازش یه کلیپی بسازیم. خب این خانواده روحای عجیبی داخل اطراف خونه میدیدن به شکل‌های مختلف و داخل قسمت‌های تاریک خونه که خیلی باعث ترسشون میشد. خانواده لاتز مدام میگفتن که این اتفاقات باعث بیخوابی و افسردگی شده و حتی احساساتشون رو تحت تاثیر قرار داده و این اتفاق واقعا برایشون وحشتناک بود. اصلا خودت یه لحظه فکر کن که داخل خونه زندگی میکنی که هر شب قراره یه روحی ببینی یا یه اتفاق عجیبی برات بیفته یا اشیای خونه جا به جا بشه. چه حسی به دست میده؟ شاید هیجان انگیز به نظر بیاد اما واقعا مثل یه کابوس میمونه. این خانواده هم دقیقا همین شکلی بودن. یعنی وقتی خواب بودن حس میکردن که یه نفر داره بهشون دست میزنه یا حداقل میفهمیدن که یه نفر جلوشون ایستاده. همه اینها به کنار بهشون آسیب فیزیکی هم وارد میکرده و همه اینها باعث شد که این خانواده دچار آسیب‌های روحی و فیزیکی بشن. این اتفاقات هم رفته رفته بیشتر میشد براشون تا به این فکر افتادن که برن از متخصص‌های ماور طبیعی کمک بگیرن. این اتفاقات به سرعت داخل رسانه‌ها پخش شد و خانواده لاتز از پژوهشگران و متخصص‌ها کمک گرفتن و اونا اومدن داخل زندگیشون و کل زندگیشون رو بررسی کردن. بعد از این اتفاق ترسناک خانواده لاتز سعی کردن از رسانه‌ها دور بمونن ولی برای ساخت فیلم و مستندسازی و
نوشتن کتاب کمک میدادن تا جزئیات بیشتری رو در اختیار عموم قرار بدن و با مدارک و تجربیاتی که داشتن واقعیت‌ها رو به بقیه نشون بدن. بعد از این اتفاق داخل سال 1976 این خانواده بالاخره از اون خونه داغون و نفرین شده خلاص میشن و اون رو میفروشنش. بعد از اینکه خانواده لاتز از اونجا رفتن دیگه کسی جرأت نکرد اونجا زندگی کنه تا الان، و الان یک مکان ترسناک گردشگری شده و کسایی که یک تجربه هیجان انگیز و ترسناک میخوان داشته باشن میتونن به اونجا یه سری بزنن. حالا من دوتا سوال دارم، به نظر داخل این خونه شبه و روح هست هنوز یا نه، و تو میتونی یک هفته اونجا تنها باشی یا نه؟